اللهم صل الله محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم عرض به احترام محضر شما تسلیت درزم کنم فرستن ماه محرم رو خدمت همه شما عزیزان و بدون فوت وقت ارائزم رو شروع میکنم ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که حادثه کربلا به ازان همه و خیلی از افرادی که اسم بردم برای شما یک حادثه غیر طبیعی است و قابل مقایسه نیست در دنیا نه اینکه در دنیا ظلم صورت نگرفته کشت و کشتار صورت نگرفته چرا صورت گرفته تعدادش از این هم بیشتر بوده اما یک سری ویژگی هایی داره که یه جامعیتی میده به کربلا و مواردی رو عرض کردم چه بشه بهش اضافه هم کرد منتها اون چیزی که به ذهن بنده رسید اینا اهم موارده دو مورد مونده عرض کنم موارد بحث امشب هم بشن مورد دیگه اینکه حادثه کربلا در عین اخلاقی بودن سیاسی ترین اتفاق تاریخ اسلامه ما اتفاق نداریم در تاریخ اسلام به اندازه کربلا سیاسی باشه چون خیلی جاها میدونه دیگه ایده دنبال جدا کردن اخلاق از سیاستن میگن اصلا سیاست یعنی دروغ سیاست یعنی پدر سوختگی یه سیاستمدار سیاستمدار خوب سیاست این غربی ها میگن ماکیاولیسم که حاکم بر سیاست مداری و حکمرانی غرب یعنی همین نیکولا ماکیاول میگفتش که اگر یک سیاستمدار اخلاق مدار باشه سیاستمدار خوبی نیست اگر شما در شهری بری و مردم اون شهر به تو احترام بذارن به خاطر اخلاقت و در شهر دیگری به حرفت گوش کنه چون ازت میترسن چون خیلی سیاسی تو بدون تو شهر دوم موفقی یعنی با این معیار و مبنا حکومت امیر المومنین امتیازی نمیگیره و حکومت معاویه بهترین امتیاز میگیره شما میدونی که از این غربی حرف جالبی زد و گفته اگه شما سید معاویه چه خدمتی به ما کرد تو تک تک شهرامون مجسمه شو میساختید غربی در مورد حکومت معاویه میگه کربلا کامل اینو رو سوال اخلاقی ترین اتفاقی که ما سراغ داریم بخوایم بگیم میگیم آشورا بارها عرض کردم هر بارم میگیم من گویندم کیف میکنم تو شنوندم حال میکنی اینکه وقتی ابو عبدالله به میدان داشت میرفت حضرت زینب نقل میکنه که میگه من دیدم این نوک خنجر و شمشیر رو برداشت بقول این پیرهن زیرین رو شروع کرد پاره پاره کردن میگفتم چیکار داری میکنی گفت این جماعتی که میبینم به هیچ رحم نمیکنن دارم اینو پاره پارهش میکنم که میل پیدا نکنه این پیرهن رو در بیارم بماند که همون هم در آوردن این همون پیرهن پاره است که روز ها شو چه رو شنیدید بعد از از سلام الله علیه نقل میکنه میگه من دیدم روی اون یه پیرهن آبی لاجوردی خیلی خوشگل تنش کرد فهمت پرسیدم که آقا این پس برای چه؟ فهمت اونی که برای لباس میاد نامید بر نگرده این دقیقا وسط دعوا نرخ کردن میگن وسط دعوا نرخ نکنید نه نه کاملا اخلاق باید رایت بشه مثلا سیره اهل بیت امیرالمومنین هم بود وقتی سبا معاویه در صفین آب و بس به روی امیرالمومنین حضرت یه طراحی نظامی کرد بالا دست رودخونه رو پس گرفت امراس به معاویه برگشت گفت بدبخ شدیم الان که سپامون تارمار به شقاده تشنگی بذارن برن معاویه برگشت جواب دو گفت خیال تخ علی آبا نمیبنده من میشنستمش یکی از همین تروریستا در یکی از استانهای مرزی ما خیلی ترور انجام داده خیلی از مردم رو کشت کشتار کرده بود و ناامنی به وجود می آورد اینا بنده جای بودم شنیدم که به این گفته بودن که بهت امان داده بودن بیا با هم مذاکره کنیم که مثلا چی میخواد تمومش کنی و این ناامنی ها رو فلان این اومده بود گرفته بودنش خبر رسید به رهبری ایشون گفته بود که نباید ولش کنیم شما به او امان دادید این ناجوان مردان است و هر کی میخواد باشه کربلا اخلاق و سیاست کنار هم آورد من نمیگم واشنگتن اروینگ سیاستمدار نویسنده بهش میگن پدر داستان کوتاه امریکا رمان نویس اون میگه سیاسی کربل آشورا سیاسی ترین اتفاق جهان اسلام است کی گفته نمیشه یه سیاستمدار با اخلاق باشه کی گفته یه سیاستمدار حتما باید دروغ بگه لزومی نداره هر راه حرف راستی رو بزنه دقت بفرمایید مثلا فرض کن یه سیاستمدار مطلع مثال میزنم مثلا تا فردا میخوام مثلا تهران 60 شش منفجر کن حالا گفتن این به مردم چه حسنی داره اینکه جز ولبشوی را بندازه و تعداد افرادی که دارن فرار میکنه از اینکه بمبگذاری صورت بگیره خطرش بیشتر باشه زیر دست و پلشن. اینجا دروغ لزومی نداره بگه راستشو نگفته می جز راست نباید گفت اما هر راست نشاید گفت آقا یه نفر میدونیم دزده حالا آمده مثلا چه میدونم تو یه جلسه هم شرکت کرده و بعد خود کاری هم نمیکنه اومده مثلا تو گوشه نشسته داره از روزه مثلا استفاده میکنه یا داد بزنیم آقا والله والله به به قمه دزده دروغ گفتیم نه حالا لزومی داشت بگیم اگه خطری وجود داشت تو جیب کسی می‌خواستم والله به یه گوشه رو بکشی بیرون بگی آقا این مراقبش باشید چشمه داشته باشه برای همین ذات کربلا با آنچه که در دنیا در حال وقوعه در تضاده حفظ میکنه انسانیت و بشریت یعنی با تئوری های اینا در تضاده راجع به اخلاق در کربلا ساعت ها میتونیم حرف بزنیم همه تونیم همه روزه نشستیم اماش اخلاقی یه خطر دیگه اینه که اینها کربلا رو یاد میده ها اصلا هندسه دین تو کامل میکنه آقا ما دینمون یه مسلسه یه زلش احکامه یه زلش اخلاقه یه زلش هم اصول اعتقادات تفکیک اینها از هم دین رو فاتحشو خونده برخی این کارو میکنه یعنی صرفا یک نگاه فقط صرفا اخلاقی به دین دارن احکام میبوسن میذارن کنار از توش تصوف میزنه بیرون از غذا بی اخلاق ترین حرف اتفاقات هم میفته توش یه دی صرفا یک نگاه خوش احکامی دارن اصلا کاری ندارن که حالا آقا احکاما این الان درست شد بابا نقض قرص صورت گرفته شرعا ظاهرا اتفاق بدی نیفتاده اما در عمل در حقیقت باطن دین خراب شده آقا خوک و شرعی کردیم یا خوکه ولی خطره یا دی فقط به اصول اعتقادات بچسبن نه احکامشون رعایت کنن نه اخلاقشون رعایت کنن همه چی بزنن کنار و اینم خطره اصلا تفکیک پر اون حکم شرعی ما حکم که احکام بابتش داریم اون حکم شرعی ما اخلاقی هم هست اصول اعتق... از اصول اعتقادات ما هم برگرفته شده یکی اصلا تفکیک این خطرناک اخیرا هم دیدید یه دی دارن مثلا ولایت پذیری و عدالت خواهی رو از هم تفکیک میکنن و اصلا قابل تفکیک نیست اصلا یکیه اصلا ما عادل ترین فردی که براش تو ذهنم تا نماد عدل میاد میگه امیر المومنی و خودمونم تحت ولایتشون میدونیم ادالت خواهی علوی این ولایت پذیری علویه این دو قطبی هایی که ساخته میشه دو قطبی مشکوکه که ترایش از اینجا نیست کسی دیگه ترایی میکنه از اون ور ترایی میکنن اون تا یه تو بازیش میفتن معلومه وقتی من گواهینامه راه راهنمای رانندگی رفتم گرفتم من میبینم که آقا این احکامش رو میدونم یعنی چی دیگه ها بهم یاد دادن احکام رانندگی ها پلیس بهم یاد داده می آقا این چراغ نمادش نم... منظورش اینه ها قرمز دیدی وایستا سبز شد راه افتاد؟ این ورود ممنوع اون توقف ممنوع اینا دو یاد میده این یه طرف از اون دو طرفه حالا هر چی اما یه جا میبینم پلیس وایستاده چراغ قرمز میگه برو وای میسی یا میری معلومه میری چرا؟ چون میگه من مطمئنم او بهتر از من اینا رو میدونه و او الان داره میگه برو و من باید برم ادهی بود به امیر گیر ادالت خواهانه میدادن به کی؟ به خدای ادالت روی زمین اینا عین همه کربلا نشون اینا یکی آقا یعنی چرا سیاست مدار تو میگه سیاست از اخلاق جداست نه میتونی شما فنی ترین ضربه سیاسی که شیطان رو زمین خورده تو آشورا خورده از نظر بدترین ضربه سیاسی که بنی امیه خورد از آشورا خورد اما با اخلاقی ترین اتفاقات شاید یه جای دروغی بگیم ما رهایی بده و مثلا از یه تنگنایی فکر کنیم اما به این دقت بفهمیم ان نجات فی صدق نجات و رهایی واقعی در صداقته در عمل هم همینه یه دروغ میگی بعد برای اینکه اونو ماسمال بکنی ده تا دروغ دیگه میگی صد تا دروغ دیگه میگی اصلا میبینی یه خرابکاری درست میگه نمیشه جمعش کرد میگفتی همون اول کاش میرفتم میگفتم کربلا به یاد میده که اینا, اینا همه ها فکر نکن داری سیاست ورزی می‌کنی. این سیاست ورزی پدر سوختگی ابن عباس آمد به امیرالمومنین اعتراض کرد برای اینکه امیرالمومنین به محض اینکه به حکومت رسید معاویه رو گذاشت کنار گفت علی یه سیاست داشته باش بذار خود حکومت به یک ذره تو رو بپذیره بذار باشه بعد یه سالی دو سالی که گذشت بزنش کنار امیرالمومنین فرمود که اینا که تو میگی من قبول ندارم اگر اینا رو تو داری فکر میکنی اینا سیاسته من بخوام از این کار رو کنم من مکارترین فرد عربم از من باهوشتر نیست من تو اینا اسمش به اینا بی اخلاقیه من اجازه ندادم نخواهم داد تحت لوای من ثانیه او سر حکومت باشه همون که ابو هرگز اجازه نداد که ثانیه ای مهر امام حسین حکومت یزید رو تایید کنه اما چیکار کنه بکشید به بکش اونتاش مرگ دیگه چی میگید شما اما داغ اینو به دلتون میذارم همونطور که پارسال هم عرض کردم اگه ما انقلابی درست باشیم اجازه نباید بدیم ادعای انقلابی گری رو به انحراف ببرن داغ اون انقلابی گری انحرافی رو باید به جلوشون بذاریم اون تاش میخواد چیکار کنه میذونه زندان بیا بنوزه میخواد به اون فوش بدید مسخرهمون کن چیکار میخواد بکنید اصلا یه کششی داره این کربلا همیشه سر تو مسیر نگه میده مورد دیگه این که ویژگی این اتفاق اینه که خیلی اتفاقات تو دنیا میفته یه گوشه ای هیچ اثری هم نداره حالا تاش سال 5 سال ده سال 50 سال بنده معتقدم تمدن سازی شیعی و اسلامی و الهی با کربلا کلید خورد پارسال مفصل پارسال پیرالسال ده جلسه ده جلسه راجع صحبت کردیم که شما انقلاب حضرت موسی شکست میخوره چون اصلا وارد مرحله تمدنی نمیتونه بشه اصلا شما نگاه تمدنی نداشته باشی نصف های قرآن نمیفهمید یعنی چی به خدا نمیفهمید بر چی نور داره میگه همین سوره کف که, که برادر میخونه به چه درد میخوره بود و نبودش اصلا تو قرآن درش بیاری مثلا به, به چی دینداری مسلمونی ما برمیخوره خیلی از حوادث تاریخ صدر اسلام نمیفهمید اصلا اهل بیت هم نمیفهمید چرا امام حسین قیام میکنه در مقابل یزید امام سجاد در مقابل همون یزید باز بگی خلیفه عوض شده نه قیام نمیکنه آ یزید چه فرقی داره که امام حسین قیام میکنه بقیه امام قیام نمیکنه نه امام حسین بقیه امام همین 70 تا هم نداشتن این نیستا شما واقعا برداشتیدونی مثلا امام حسین اگه 5 تا یار میداش قیام نمیکنه <تص> خودش و ازت میفرماد برید بابا چراغ خاموش میکنه قسمش میگه باشید برید بیعتش رو برمیداره اصلا الان شبهه شده برای ها میگن آقا بی بیعت با امام واجبه برگردنه ماست من ماته و لیس فی اونقهی بیعه مات میتتن جاهلیه هر کس بمیره بیعت امام زمانی بر گردنش نباشه اصلا دعای میگه و بیعت الله فی عنقی بیعتش به گردن منه اصلا امام حسین چه جوری بیعتو برداشته آ چرا این کارو کرده یعنی امام شما فکر می‌کنه مثلا اگه تنها همه میرفتن تک و تنها می بود دیگه میگفت داداش بیا امضا کنیم بریم دیگه ها امام حسین طور فهمیدین؟ خود ایناست نه این نیست وقتی شما نگاه تمدنی دارید میبینید یزید قبل آشورا با یزید و از آشورا فرق میکنه یزید بعد از حادثه کربلا فرق داره با یزید قبل از حادثه کربلا و احساس پیروزی یزیدی که رسما اسلام به کفر داشت میبود. از نفاق داشت بیرون میکرد دیگه لعبت ها شما بالملک ولا خبر اونجا ولا وحی و نزل گفت بابا بنی هاشم با حکومت بازی کرد کش که چی ماست چی جبرئیل کیلو چند این حرفا چی چه نه وحی اومد اینا رو همینجور خودشون درست کردن قشنگ داشت مثلا سمت همه اون بت‌های جاهلیت رو برمیگردون همون اتفاق بعد از حضرت موسی افتاد و گوساله پرستیدن همون اتفاقی که بعد از حضرت مسیح افتاد و صلیب پرستیدن چرا پیغمبر پر میفهمد حسین نومنی و انا من حسین اصلا نجات داد یه جوری چک تو صورت اینا زد یزید دستور میده اذان بگید یزید میگه من نبودم ابن زیاد واسه خودش این کارا رو کرد یزید دستور میده هر چی نمیدونم قنیمت گرفتید پس بدید یزید سال بعدش حمله میکنه به بر... حمله میکنم بنی امیه به مدینه خونه امام سجاد امن اعلام میکنه میگه هر هیچ کس هم میگه صفحه های قرآن زیر سم اسبایی اینا میرفت بالا یعنی همچین وحوش رو فرستاده بود تو مدینه بعد از واقعه هره صدها بچه حرامزاده به دنیا آمد ببینید چه تجاوز وسیعی اینا کردن که تا هزار تا میگن بچه به دنیا اومد خونه کعبه رو به منجنیق بستن اما اصلا ابا عبدالله یه حاشیه امنیتی درست کرد برای امامان بعدی هیچ کسی دیگه نکرد امامی رو علنی بکش یعنی امام حسین کار کرد برایش 100 سال بعد امام حسین کار کرد برای امام, امام امام کار کار کرد برای امام هادی امام حسین کار کرد برای امام زمان امام حسین کار کرد برای ما نگاه تمدنی نگاه گامه های تمدنی گام های بلند مدتی یعنی یه گامش 40 سال 50 سال طول میکشه شما الان مثلا غرب رو نگاه میکنید میگید بابا ببین با 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 چه نظمی داره بابا 400 سال آزمون و خطا کرده 400 سال بالا پایین کرده رسیده به یه نظم نسبی کلی هم مشکلات دارن نمیبینید یکی از اشتباهاتشون یه چیزی بوده به اسم کمونیسم 80 سال طول کشیده یه پاره خورده اشتباه برداشت دو قدمی برافتن داداش اشتباه بود برگردیم این طرف نصف کره زمین گرفت کمونیسم کلی انسان ها بر مبنای اون مدل زندگی رو مردن من فقط یه مثال برای شما بزنم بعضی آخه حرف میزنن آقا تو این چل سال انقلاب میگه آقا چل سال اصلا تو نگاه گام تمدنی اصلا نیمگام محسوب میشه فکر نکنید اگه قربی که از نظر نظم ظاهری زندگیشون که بیا استیبل به نظر میرسه این وحش شده بود و هم نه اونا هم آزمون رو خطا کردن تازه الانش هم اینه لنین یه مسئول اطلاعاتی داشت بهش زرجنسکی یه روز لنین تو جلسه نشسته بود صحبت شد که ما چند تا زندانی سیاسی داریم گفت از مسئول اطلاعات هم بپرسم تو کاغذ میشه چند تا زندانی سیاسی داریم الان کاغذ رو دست به دست کردن رسید به تا کردن رسید به دست زرجنسکی این باز کرد نوش 50 هزار دوباره تا کرد پس داد به لنین معمولا تو جلسات مرسومه که یه علامتی میزنن که یعنی خوندم دستم رسید خیالت راحت باشه دوباره برمیگردم به طرف این وقتش علامت میزد کاغذ چپه گذاشته بود یه دونه زبدر زد یعنی دیدم وقتی کاغذ صاف میکردی این زبدرش سلیب یعنی زبدر شبیه صلیب بود این زبدر شبیه به علاوه شد یه زلش هم بلندتر بود این داد دست زرژنسکی یه نگاه که از تو جلسه زد بیرون فردا لنین باخبر شد دیشب آقای زرژنسکی تمام زندانیان سیاسی شعروی رو, رو کشت پنجا هزار نفر توی شب کشت بعد خواستش گفت برای چی این کار کردی؟ با خودت گفتی گفت من کی گفتم؟ گفت علاوات سلیب کشتیم گفتم یعنی با کشتی تو علاوات مرگه گفت دیوونه من کجا علاوات سلیب من یه زبدر زدم این کاغذو کاغذ رو خوندم گفت نه من فکر کردم تو کاغذه کج بود کاغذه بود پنجا هزار نفر مردم درک خب کمونیسم برآمده از مدرنیته است دیگه نه اشتباه کردن آلمان شرقی غربی شده بود شرقیش با کمونیستا بود غربیش با کاپتل... کاپیتالیستا و لیبرالیستا بود بعد گفتن که نه خب مالا سالها گذشت دیوار کشیدن دیوار برلین معروفه دیگه این برای شهر شرقی این بره. غربی بعد گفتن که آلمان شرقی آلمان غربی داشتیم یادتونه بعد چی شد چی ما اشتباه کردیم آقا یه عمریه یه دی بدبخت شد باش از خطا داریم میکنی گام های تمدنی گام های بلند مدت بله یه موقع از شما نگاه دینه که آقا میخوام الان اینجا که بریم پارک مثلا بریم مثلا چه میدونم یه دوری بزنیم این یه نگاه یه موقع یه نگاه بلند مدت داری بریم آقا این رو ببینیم ببینیم میشین اینجا مواد دی یا نه مثلا حالا دیدی یه مواد فروشه او دیگه به اینکه حالا جمعه ما بریم پارک نیست خب اینجا به دید دیگه ای نگاه میکنه را در رو نگاه میکنه باسکو پلیس این بغل مغلا هست یه موقع از شما به یه انقلابی میگی که آره امام حسین مثلا اومد میگفتش که میخوام بگم یزید اخ جیزه نه این نیست بله یزید اخ و جیز هست اما فقط این نیست خیلی باید عمیق‌تر نگاه بکنید اصلا نگاه به انقلاب خودمون هم توسط خیلی از مسئولینمون همینه من متوجه میشم بندگون خدا حرف میزنن میفهمی نمیفهمه میفهم اصلا متوجه نشده این انقلاب برای چی بوده حالا جلو خود شد چیزایی گفتیم خب این اینطور نیست کال بروکلمان بزرگ... یکی از بزرگترین سامی شناسا سمیتولوژیست های میگه شهادت حسین آلمانی این میگه شهادت حسین علاوه بر نتایج و اثرات سیاسی موجب تحکیم و اشاعه مذهب تشیع گردید می میدونی اصلا اینکه که شیعه نباید انقدر زیاد میشد چون در طول تاریخ هر رسید اینا رو کشت جوجب نیوسف نهار نمیخورد دلیل که قبلش از شیعه نمیرم اون سر و کلا اینو دیوار درست میکنن عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر تمام اقوام و ملت ها ارزاله عباش و جانی هاشونو بزنن یه صفحه ترازو ما حجاج رو بذاریم میچربه از اونو سنگین تره میگم این چی باعث شده که اشاعه پیدا کنه کار حسین ابن علی بود و این مذهب اینجاش نکته کلیدی کلیدی و این مذهب مرکز و مظهر تمایلات ضد غرب شد میگه ما مسلمان ها رو مدیریت کرده بودیم کاری نداره مدیریت کردن مسلمان ها همونطور که یهودی ها مدیریت شدن همونطور که مسیحی ها مدیریت شدن دو میلیارد مسیحی رو کره زمین چه بخاری از این ها الان در اومده جلو مثلا فرهنگ غرب حزم شدن تو فرنگ چیکار تونستم بکنم؟ نه بگید مثلا چیکار تونستم بکنم؟ حرف بخوان بزنن میگن باقا آقا برید تو دوران رونسانس ما از شما تو قرون وسته از شما خیلی چیزا دیدیم ببنید دهنتونو هنوز ظلمی که کلیسا به مردم کاری یادم نرفت ساکت میگه اما این هم ما مسلمان رو هم میتونستیم مدیریت کنیم ما چی بود؟ ما یه مسجد میخواستن برن نماز بخونن واقعا مسجد نمیخوان مسجد میخوان برن چت کنن مسجد یعنی محل سجده مسجد محل چت کردن یه دفعه واقعا به مسجد مسجده برن چت کنن فکر کنیم مثلا ما غریبه با نماز خوندن من تو مشکل برو انقدر نماز بخون تا جونت در انا مثلا با نماز خوندن نخوندن سعودی ها کاری داره با نماز خوندن نخوندن داعش ها کاری داره چه درد میخوره میگه نه این اصلا این روح دینه این آقا تا ابد اینا رو آزاده بار میاره اینا حرف زور قبول میکن از بچگیش اومده پا روزه بزرگ شده از بچگیش داره با بعضی شخصیت هایی که اربلا ارتباط قلبی برقرار میکنه از بچگیش که شروع بکنه عبدالله ابن حسن داره قاسم ابن حسن داره همین تو بزرگ بشه آدم هست تا 90 سالگیش حبیب ابن گونه گناهکار باشه الگو داره نماز شب باشه الگو داره هر چی باشه زن باشه مرد باشه الگو داره برای همین بارها عرضی هم سناریو رو یه جوری قربونش برم نوشت با عبدالله مولا درزش نمیره این بحث تمدن سازی رو ما دو سال پیش هر شب بر سال ده شب یازده شب صحبت کردیم من احساس کردم چه بحثی یه خورده من امسال هم ادامه همون بحث هست خب من تا احساس ما یه خورده بعد ما تو کربلا بمونیم یعنی خورده بیشتر بعد این مباحثش باز بشه تا بتونیم ادامه بدیم برای همین الان نمیدونم یه شب, دو شب, دو شب بشه دو شب بشه سه شب چهار شب بعد چقدر بشه بستگی به بحثمون داره بریم جلو ببینیم چی میشه این ایتی که عرض کردم که همه چی توش گیر میاد و این اتفاق رو خاص و بین نظیر کرده که دیشب صحبت کردیم و اوایل عرایز امروز شبم عین اینه, اینه که شما یه شیشه یه منشور رو میذاری جلو نور اینو منکسر میکنه تجزیهش میکنه نور رو به تیفای مختلف شما میبینید خداوند متعال من جای سراغ ندارم بهتر از کربلا جغرافیایی رو و بهتر از آشورا زمانی رو که خدا اینطوری تجلی کرده باشه برای تیفای مختلف به تیفای مختلف الله نور السماوات و الارض مثل نورهی هی کمش مثالش رو بزنید یه نوری برای همین شما هر جای کربلا رو بگیرید ما حادثه دیگه ای نداریم اینجوری باشه هر جای کربلا و آشورا رو بگیرید دوباره میرسید به خدا یعنی بهترین جا برای همین هم همه رو هر کسی فطرت داره عقل داره شعور داره هر کسی در مخاطب قرار میگه احساس میکنه مخاطب کربلاست. توی اینجا یعنی ببینید انوار الهی اون تجلی الهی در قامت ابا عبدالله جوری جلوه کرده ما ما دو تا از اعمامون خوب جلوه کردن برای همین خوب سر زبون ها افتادن امیر المومنین و امام حسین به این امام حادی فرصت تجلی براش فراهم نشده امیر حکومت کردنش همون پنج سال یه کاری کرده که بگردن تو دنیا یه نفر بهتر از امیر پیدا کن اصلا بارها ارز کردم میگم آقا اصلا امامت امیرالمو بذارید کنار امام نیست باش یا حاکم که بوده ها پنج سال حکومت کرد یا نکرده از غذا ایران هم یکی از استانهاش بوده از لیبی تا پا... انتهای پاکستان سند هند تحت سلطه امیرالمومنین بوده آقا شما ایرانیا در طول زمان حاکمان مختلفی نداشته از 2500 سال پنج سال هم یکی از حاکمان شما علی ابن عبی طالب علیه السلام برید ببینید چطور حکومت کرد پر ارزن از دهن مورچهای نگرفت دوست و دشمن معترف اگه گیر میارید بیارید ببینید در طول تاریخ سراغ دارید جا اینجوری عدالت اجرا شده باشه تئوریک نه روز زمین اجرا شده باشه یکی هم ارسیان ابو عبدالله ابو عبدالله تو یه روز یه کاری رو رقم زد ویدیو تکرار نمیشه برای همین هم همه اهل بیت قربونشون برم قش و ضعف میکنن برای امام حسین طرف خدمت امام رضا میرسه از امام تعریف میکنه ما زیارت اینجوری آقا اما جدتون یه چیز دیگه است برای ما میفهمه برای خود ما اهل بیت هم همینطور و در ظهور آقا صاحب از زمانه که دیگه اون تجلی اصلی شکل میگیره که تا الان بنی بشر رو زمین ندیده شبیهش هم میشه گفت تقریبا ندیده و الفجر و لیال اش و شفع و الوت و لیل است میگه این شب میره نترس مراد از خورشید پیامبره مراد از ماه امیر المومنینه. و شمس و و القمر رضا طلا میگه پیامبر مد بعدش علی آمد پشت سرش تلاوت یعنی پشت سر هم خوندن تلاها یعنی دنبالش اومد اما و نهار اذا تجلا روزی که تجلا میگن یعنی امام زمان یه خورشیدی که بالای آسمان قرار میگیره و هیچی دیگه ظلمت و سایه نداره همه زمین غرق نور میشه همه یه کائنات غرق نور میشه. چون فرصت خوبیه برای بررسی کیس استادی خوبیه بشیم بررسی کنیم ببینیم آقا کربلا چیکار کرد یکی از جاهایی که باز من میخوام انقدر گسترده است که حتما نه عقل ما نه سواد ما نه عمر ما قد میده نه وقت ما بخوایم اینا رو بحث بکنیم یکی از جور من نمیخوامم خیلی تازه وارد بشم میخوام در یاران امام حسین خورده بحث بکنیم اینا که که کنار حسین قرار گرفتن و وقتی ما داریم سلام میدیم میگیم و علل ارواح التي حلت به فناک و بر اونهایی که در تو حل شدن شما فکر نکنید اینا آدمای عادی بودن یعنی یه اتفاق یه آدم ها عادی اومدن یه کار خیلی مهمی رقم زدن نه شما فکر نکنید که مثلا اهل بیت یاران امام از صحابه امام حسین اصحاب امام با تعارف ما بهشون سلام میدیم مثلا اهل دو ما یاد دادن دیگه بنده گونه خدا چون اینجا شهید شده بودن دو تا سلام هم حالا داری به در حسین میدید بهشون هم یه سلام بدید گناه دارن معصوم اهل تعارف نیست مطلبی بگیم اصول اعتقادات ما آقا عبارت ها رو شما نگاه کنید اصلا تو سلام ها جمع بسته میشه بیشتر بگم امام حسن اسکر خطاب به شهدای کربلا به ابی انتم و امی پدر و مادرم به فداتون آخه اینو من نگفتم و امام معصوم داره میفهم همین ما امام حسین شدن حل شدن در باز خب اینا یه ویژگی داشتم داشتن ما بریم چیه اینا اینا برای ما را راه, راه گوشست. ما خیلی یه جایی شاید معصوم رو نفهمیم اما این آدم های زمینی از جنس خودمون چی میتونیم بفهمیم آقا یا هر مثل ما بوده دیگه تا قبلش هم داشته محسن اذیت میکرده راشو بسته بوده اینجا یه شاید بتونیم کنه برای همین من میخوام خیلی هم وقت نمی کنیم تا تمام عرض کردم اصحاب هم... امام حسین وقت کن بهش بپردازیم اولا خیلی اطلاعات زیادی هم در در دست نیست واقعا اما جای کار داره یکاش کاش کار میشد و این هم به شما بگم دقیق ترین مقالات بیشترین مقالات راجع به اینجور مسائل و غربی دارن دارم می قبلا عرض کردم با. که مثلا خودم با یکی از این رو صحبت می‌کردم، میگفت آقا کامل مقاله رو در مورد شمرون ها در زیارت نایه مقدسه منقول از امام زمان اسم میبره حضرت ازشون اسم صحابه امام نیسته اسم دشمن و قاتلاشون هم یه. یعنی اینجا هم قاتل موضوعیت دارن هم این آدم خوبا یه جایی سخنرانی کردم چهار شخصیتی کردم و چهار تا رو گفتم دو تا از بده دو تا از خوبا خواه عادی نفر شمر نمیشه دوازده نفر اومدن سر مبارک رو ببرن نتونستن بابا عباحت امام میگیرده دست و پاد میلرزه طرف مخالف امام هادی بود به شیعه ها متلک میداخت شیعه ها اخوداشون بود این متوکل ملعون با امام هادی کار داشته باشه امام هادی را تو خونه بکشه بیرون اینا بیان امامو ببینن خبر میرسید که آقا امام هادی رو مثلا متوکل خواسته همه جمع میشدن ببیننش حضرت از نزدیک طرف برگشت به از این شهرین گفتش که حالا چی هست این امام شما اینجوری میگید فلان بنای بی احترامی هم حتی داشت می حضرت وقت من سوار اسبی بود فقط داشت به یال اسب میگاه که این من منم نگاه یادی برگشتم دیدم طرف بلند شده <تصح> به <بلند شده تصح> نشان احترام گفتم چیه تو که میخواستی چی اصلا ری خودش به هم نخواستم چی تو بلند شدم موقع برگشتم اینجوری شد اینجوری نیستش که شما قشنگ چاقو دست بگیره بره تو گودال خیلی باید بد شده باشه پس وقتی ما میگیم ولعن الله شمر لعنت بر شمر یعنی لعنت بر آن صفات شمر و نه شمر که گوشت و پوست و خونه مثل من تو چه صفاتی تو شمر بوده که او را از جانبازی جنگ سفین تبدیل میکنه به قاتل امام زمان بابا حضرت به فرمود اون بغل یه دقیقه واستا من کارم تمومه ازم خون زیاد رفته یه دقیقه اون بغل واستا یه چند لحظه صبر کن گفت نه من تا زنده ای باید سر ببرم آ چی میشه آدم انقدر بد بشه نکنه ما الان داریم همینجوری بد میشیم نفهمیدیم ما که دیگه جانبازش هم نیستیم تو رکاب امیرالمومنین هم نجنگیدیم بار هرس کردم که نیزه که به شمر خورد اگه محکم خورده بود ما از فردا گفتیم شهید شمر یه چیکی سوید امضا بده یه قسم از عتباس بخور چیزیمون نمیشه بعضی از ما متاسفانه این صفات خیلی بد ته دلمون ها فرصت نیست دا شناگرای خوبی هستیم و آب نیست و یه سوال این شمر رزی رفت اونور چی باعث میشه هوری که نصف سپاه سمت چپ سپاه عمر اشتباه نکنم دست هور بود اصلا هور که اقدام کرد به تاخت به سمت سپاه امام حسین سپاه یزید فکر میکردن هور حمله رو زودتر شروع کرده نمیدونستن میخواد تسلیم چی تو وجود اون آدمه سی هزار نفر رو داره میبینه خودش میدونه چه جونه برای زیر دستشن که اگه دستشون برسه چی کار میکنن میبینه اون هفته هشتاد نفر بیشتر نیستن آقا به این ترس غلبه کردن خیلی کار سختی تشمید خود به یه مریضی به یه کاری میزدی میرفتی یه گوشه شرکت نمیکرده خیلی این کار کردن گفتن نه از حسین دفاع میکنیم نه به حسین حمله میکنیم رفتن گوشه نشست بهانه آوردن نه من اینجا کربلا در کربلا بی طرفان بی شرفان تاریخ همان است حسینی و یزیدی یا خودی یا ناخودی نخودی نداریم این وسط یه نفر هر دو طرف باشه نمیذاره بمونی حق و باطل تا ته جدا میشه خب این خیلی مهمه پس به این افراد پرداخته بشه آه میگن شمر کنایگو بود متلک میداخت به یه ملت طرف چلاش می‌فهمید. میفهمید میسوزون جیگرا رو شمر حسود بود آیا موقع از شما به یه آدم مثلا عادی حسودی می‌کنی. زب داره همون در منفی قدش مثلا 50 تو میشه منفی 50 یه موقع به مثبت بینهایت حسودی می‌کنی به ما معصوم میشه منفی بی‌نهایت امیرالمومنین فرمود مراقب این گناه کوچولو هاتون هم باشید ها شاید غضب خدا تو همین دومینوی اینا تو این تقدیر الهی همین گناه کوچیکه تو یه کار خیلی بدی رو رقم بزنه ها ابن ملجم یه لبخند قطام زده به ابن ملجم جذبش کرده که مثلا اینجوری میگن قصه رو حالا دو سه تا نقل است و یکیش اینه دیگه ها یه لبخند حالا این همه دختر دارن لبخند میزنن تو خیال بعضی از این لبخند ممکنه یه همچین واقعی رو به بگو ببره بعد از میفهماد به مردم بی احترامی نکنید ها شاید یکی از اولیاء الله اون کسی که دارش بی احترام میکنه تو نمیشناسیش تو لباس مردم عادی داره تو کوچه بازار میچرخه ما اینو بشناسیم دیگه هم هر جا داره آدم بشناسش هم شم دو هر بشویم شمر نباشین تاریخ همان است حسینی و یزیدی حسینی یا یزیدی مقام اصحاب ما مقام فوق العاده دو تا ویژگی خاص ویژه حالا ویژگی زیادن بعضی از این افراد شخص کدوم شخصا محل بررسیه اما یکی این که واقعا زمان شناس بودن مثل یه تک انداز که آقا هزار تا تیر نمیزنه یه تیر میزنه جاش میزنه میدونه کی باید تیر رو بزنه محاسبه انجام میده دقت میکنه فاصله رو میگیره نمیدونم سرعت باد و لحاظ میکنه این تک انداز با ماشین حساب کار میکنن بعد یه تیر میزنه دقیق اینا واقعا تک انداز بودن. دو اینکه اینا میدونستن که انهو چون سبک زندگیشون این بود که انهو امام چی رو میخواد تو تاریخ رقم بزنه یه موقع اسم میگه آقا رفته اینجا یه کار عادی انجام بده یه اثر یه ساله‌ای داره نه میخواد تا ابد یه اتفاق رو رقم بزنه این مهمه ما اینجاست که میگم فهم دقیقی از ایشون نداریم این حرف من نیست فرمایش ابو عبدالله حضرت سراحتا میفرماد که نه اهل بیتی مثل اهل بیت من هست نه اصحابی مثل اصحاب من سراحت امام حسین اینا تکرار ناپذیرن یه چیزی میخوام بگم خورده سخته اساسا برای اینکه این سناریو اینجوری قشنگ چیده میشد که تا آخر همه چیو تمام میکنه امام حسین برای سناریوش اینا رو لازم داشت یعنی این آدما رسوندن خودشونو به این کار ما آدمایی که اراده الهی اینا رو رسوند و افرادی که اراده الهی اونا رو فاصله داد از این کار رسوندشون که این قصه درست شه بالاخره بازیگرای این سناریو هر کس باید نقش خودش رو ایفا کنه از بچه شیش ماهش تا پیرمرد و پیر زن و مردش باید خالصا میبودن باید تصویه میشه تو مسیر میبینید که تعداد خیلی بیشتر بوده همجه تو راه ریزش داشت یکی چه ترما ترما ساربون امام اونجا که حضرت فرمود برید و نمیدونم اگه کسی بدهی چیز داره ماد گفت آقا من یه خورده گندم اینا هست بدهی دارم مردم من برم دیگه بعد وقت داشت میرم فرمود میری اما زود برگرد رفت و وقتی برگشت کار تموم شده نشسته بود یکی میگه راوی میگه دیدم داره میزن تو سرش خاک میزن تو سرش میزن تو سر کلش بودم چته با من نفهمیدم اما میگه برو اما زود برگرد یعنی نرو اون قیسه ابن مگه نبود و آقا من بودن و نبودن هم دیگه فایده نداره تموم شده اگه اجازه بدین یعنی شما که قطعا شهید میشه حالا من قبل شهید کشته بشم یا نشم چه فرق میکنه؟ <applause> ببین این آدم فهمش از حادثه کربلا همینه واقعا فکر میکردیم مثلا باید اینجا باشیم یا مثلا کشته نشه از صراحتا سراحتا هم فردا هممون قتل همی بعد از این میفرماد چجور میخوای بری؟ من توی خیمه های از قایم کردم از پس برو برو انقدر دور شو که صدای ما بهت نرس صدای حلم ناصر ما بهت نرسی این آدما ها کیس های جالبی یعنی برای بررسی ببین این اون تو خیمه هم بوده احتمالا دیگه صبح آشورا رو دیده تمانه به ظهر رسیده نمازرم احتمالا بوده دیگه بعد نماز ظهر آقا من برم <applause> خیلی ما باید تصویه بشن دیگه و خالص بشن اصلا روش خدا سنت الهیه کارای مهم و خالصا باید انجام بدن ناخالصی کار خراب میکنه. الان بعضی موقع من یادم به بچه بودیم یه بنده خدا یه زبطی خرید باندای خیلی گندهی داشت و از خارج براش آورده بودن بعد یکی از این اقوام گفتیم یه زبطه رو میبینیم گفتم گفت 25 میلیون به این پول داده گفتم 25 میلیون تو آن مگه چی داره گواره میگن یه جاهایش حالا اون میگه منم نمیدونم درست هست کسی که حالا الکترونیک خوندن رو میگه گفت یه جاهایی برای نم رسانایی خوب و نمیدونم چی چی از فلزات خیلی مثلا گرون استفاده میشه اگه یه جا میخوای یه کار خیلی خاصی انجام بدی دیگه با ناخالصی نمیشه انجام بدید. بسته به نوع کارش باید خدا یه جایی هست مثلا کار عادی میخوای انجام بدیم بالا با چهار تا منافق هم کار پیش میره اما یه جا میخوای یه چیزی رو رقم بزنی یه اتفاق تاریخی هستی رو دگرگون کنه نظیرش نباشه این باید تصویه داشته باشه اصلا باید از قبلش آبو ببندن اصلا از قبلش باید تو ببین اینا هی دارن این شمشیرها رو تیز میکنن صداش داره میاد خبراش ای برسه هی باید بگن ببین فلانی هست اینجوری آدم کشه اونم پیوست به سپاه یزید یعنی کسی آدم جیگر موندن نداره بره بعد این ورم اون باید شرط فراهم کنه که برن سوار نیست بمونن برید ما اینجا با ما با ده نفرم کارم پیش میده ها اما ده نفر یکی مرد جنگی به هست صد هزار تن اگه میخوای تو اینجا بمونی شرطش خلوص قرآن سوره بقره بعد بشون اواخر سوره است ماجرای تالوتو میگه خیلی جالب میگه و چون تالوت با لشکریان خود بیرون شده من دیگه عربیشو نمیخونم ترجمهش میخونم گفت خداوند شما را به وسیله رودخانه خواهد آزمود آقا حالا به این جنگ شده تالوت میخواد با جالوت بره به جنگ تالوت اومد شد حاکم بنی اسرائیل دیگه خیلی هم بنی اسرائیل بعدشون اومد اومد شد حاکم چون انتظارشن یه بچه پیغمبری بلند شه بیاد آخه اینا خیلی جالبه وقتی بچه پیغمبر میومد میگفتن چیه ژنتیکیه آقا پیغمبر ها مثلا ابراهیم بعد پسرش اسحاق بعد پسرش یع... یعقوب بعد پسرش یوسف آقا ژنتیکی همینجوری دارید میاد؟ آقا چرا امام ها بعد هم بعد پدر پسر مثلا اینجوری باشه وقتی خدا یکی دیگه بیرون میفرست اگه میشه یه نفر از نسل پیغمبر ها نباشه یعنی هر جور باشه انقلتشون رو میارن شما رو میزنن مردم یه قرار بهشون برخورده بود بعد تالود رفت با جالود به جنگ. تو کتاب اهدعتیق یهودی هاش میگن شاول رفت به حالا آقا یه عده ای کلا تو رو قبولت نداشتن توی تالوتو باد نیومدن پیچوندن گفتم ما نمیای حالا تو همینا یه بابا دمشون گم مردونه پیدا شدن داره میره میجنگ مثلا چند نفریم 5000 نفر خب خدا وکیلی این 5000 نفر بعد چیکار کنی دست سرشون بکشی آقا خدا پدر مادرتون بیامرز در نرید شما درست یا نه اینا دیگه نرن که والا 5000 نفر اینا مثلا 10000 نفرن 5000 نفر هر چقدر هستن بتونیم جنگو ببرن دیگه حداقل به قولی گفت دعوا نمیتونه بکنی کد که میتونی, میتونی نگهداری بیاد اینجا به دردی که میخوره حداقل رسیدن کار خدا رو نگاه کنن به تالوت پیامبری کنار تالوت بود به او وحش شد که ای تالوت به سپاهینت بگو تو مسیرم اومدن تشنه شدن رسیدن به رودخونه آیه قرانه خداوند شما را به وسیله رودخانه خواهد پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست تشنه بودن گو آقا عجله رودخونه هم داریم رمیش رو رودخونه بعد رد شیم هیچ آب بخوره الا یه کفا فقط یه جوره نه خود شما مثلا یه همچین شما رو بخوام ببرم همچین برخوردی باید بکنم چی میگه؟ اینا ما دیوونه فرض کردن دارم من جونم و کف دستم گرفتم هیچ که ملت همه موندن تو شهر کسی با تو نیمد حالا ما چند نفری هم جمع شدیم داریم با تو میایم بعد میگه آبم نباید من تش باید برم به جنگم خدافز همین شد قرآن میخو فرماد که مگر کسی که با دستش کفی برگیرد پس همگی جز اندکی از آن نوشیدن یعنی اکثریت چیه خوردن بهش گفت خوش اومدید برگرد گفتم بر میگن می دیونه میام با تو بجنگیم چند نفر موندن 313 نفر پس با کسانی که همراه ایمان آورده بودن از آن نهر گذشتن گفتن امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست نه جمعیت اون رو دیدن ما میتونیم قال الذين يظنون انهم ملاق الله اما کسایی که یقین داشتن که ملاقات خدا میخوام آقا اصلا من کشته میخوام خدا رو ببینم چی میگی میخوام برم به آغوش خدا گفتن کم منفعت قلیله قلبت فعتن کثیره به اذن الله اگه خدا اراده کنه تعداد کم بر تعداد زیاد قلبه میکنه خب والله مع الصابرین خدا با صابر ولما و لما جالوت و جنوده قالو رب نفر لنا رب نفر فرق علینا صبر و ثبت اقدام و انصرنا علی القوم الکافرین این اومدن محکم وایسادن قدمامونو محکم کن خدا میخوام بزنیم به خط چند هزار نفر این 313 نفر بعد یه اثر روانی هم داشته اون جدایی ها عادی نیست این سپاه فحزموهم باذن الله شکستشون دادن باذن الله و قتل داوود و جالوته داوودم 7 8 سالش بود اومد با داداشاش تو جنگ باباش بهش گفته بود میره اونجا تو جنگ آبی نونی بده دست برادرات این هم آب نخورد گفت من آب نمیخورم من با تالوتم حضرت خدا پیغمبری بهش داد یه بچه هفت ساله اومد اونجا وسط جنگ گفت چرا بیکار وایستیم یه فلاخون برداشت سنگ گذاشت تو شروع کرد نه چرخون چرخون همین جالوت فرمانده لشکر اونارو هدف گرفت زد تو پیشونش بالا اس افتاد مرد آ سپاه اونا ریخ به هم اینا حمله کردن شکستشون دادن میفرماد با تا الله الملک و و علمه همه یشا اینکه ملک داوودی بهش دادیم اینجا از ما یه بچه در رجوع به فطرتش از من و شما خیلی سریع تره دیدی میگن یعنی حرف راست از بچه بشنو چون اصلا لزومی نمیبینه دروغ بگه این دروغ اینا مال مکاری های بعد از رشده مال محاسبه هاست مال دو, دو تا چهار تا کردن های ماه اصلا این سیره خد... خداونده روش خداونده سیره اهل بیت باید خالص بشن آقا یه سوال ما چرا تو جنگ فیزیکی اینقدر موفق بودیم تو انقلاب تو جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی زاییدیم میدونی جلیش چیه عزیز من. جنگ نظامی خود پالایشی دارد یعنی چی؟ یعنی ذاتن آدم ترسو، آدم منافق، آدم دنیا طلب نمیری زیر گلوله نمیره زیر خونپاره، نمیره جلو گلوله وایسته؟ اگه کسی میمون میدونستی دیگه میتونی حساب کنی اما جنگ اقتصادی پول دارد جنگ فرهنگی شهرت دارد ذاتن جاذبه برای مگسا اونجا نه ذاتن دافع دفع کنن نست برای مگستا دلیلش اینه دلیل منطقی پشتشه تو زمانی میتونی جنگ اقتصادی هم پیروز بشی که بتونی یک سازوکاری و کنی که بتونی خالصا رو از ناخالصا جدا کنی طرف غرق در میلیاردها پول باشه اما دست نزنه به ما خیلی سخته ببین آقا یه نفر داره به جمهوری اسلامی خدمت میکنه تو وزارت خارجه سفیره یه ماشین شش در لیموزین در اختیارشه چرا چون میگن زشته دیگه جلو کشور خارج ما عینا نداشته باشیم میرن غذا که میخورن اینا 6 70 تا قاشق چنگال میچینن رو میز این قاشق برای سوپه، این قاشق برای برنج این قاشق برای چی پروتکل ها رو هم باید رعایت کنی بهشون بر میخوره اول انقلاب چون شیر تو شیر بود و حالا همینجوری سر از انقلابی رفت اونجا هنوز خیلی وارد نبودن مثلا یکی اینا رفته بود توی یه جلسه با یکی از این اروپایی ها یه، کاسه سوپ ریخته بودن با هم کاسه شروع کرد و سوپ رو خورد یهو رفته بود قهر کرد گفته با ما توهین شد نه ما به خاطر چیز مجبوریم حفظ کنیم نه حالا فکر کنید یکی دیگه بر دفاع از همین جمهوری اسلامی کجاست تو دومت متر برف لب مرزه هر دو تا هم آقا سرباز و جمهوری اسلام این پریروز رفیقشو قاچاخچی ها شهید کردن جنازهش ده, ده کلومه رو دو شش تو برف برداشته آورده مرگ جلو چه شده اونجا چه خبره ذات اون کار میطلبه تو حلت میده ذات این کار نه آقا شما دعوا بعضی موقع میبینید بعض این فیلم های کلیپ های دعوا رو میینه با قمه میفتن به جون همدیگه آدم نگاه میکنه میترسه یعنی که اون توان عجب دلی دارن آقا فکرشو بکن سی هزار تا وحشی اون طرف هن. این نفر شما شست افتاد نفر وایستادی چه دلی میخواد که شبش میگه با هم شوخی میکرن شباشو این پالایش شده آقا وقت بگیریم یه خورده قرآن بخونیم یه وقت بگیریم یه نماز بخونیم عبادت کنیم میگه مثل صدای کندوی زنبور اصل میومد اینقدر اینا زمزمه میکردن با هم دیگه عشق یه منطقه یه توی چیز جنوب امرساس قصاص کسی که راه نور رفتن بعضا میبرن نشونشون میدن عراقی ها بهش میگفتن امرساس میگفتن که ما اینجا قصاص گرفتیم اون طرف هم نگاه بکنید اروند که میرید دقت بکن طرف یه مسجدیه کنارش یه سازه عجیب غریبیه اون سازه میگن چیه ساختن اون سازه کشتیه که غرق شده فقط دماغش بیرونه صدام دستور داده اینو ساختن که یعنی کشتی جنگی ایران غرق شد حالا قصه چی بود عملیات الفجر هش که میخواد انجام بشه میخوام برن فاوو بگیرن از رودخونه میخوان رد بشن یه ادعی باید بلندشن برن اون طرف عملیات ایزایی انجام بده تو رساس شهید کنم آج عبدالله عرب نجفی بود اینا رو جمع کرد گفت به این برادر یکیمون زنده بر نمیگردیم اینقدر باید سرشون اینجا شروع کنیم اینا فکر کنن عملی دستله اینه ای نبا عبدالله چرا خاموش کرد فانوس رو خاموش کرد هر کی میخواد پاشه بره بره به فکر نکنی زنده اینجا برمیگردی یا اسیر میگیرن اون که بعیده یا تیک تیکه, تیکه. ببین اصلا اومدیم بمیریم هم دیدید بعضی از این مستندا رو داشتم تلویزیون نگاه میکردم این سمت قطب بودش نشون میده این پرنده های در کنار جزیره ای روی زمین لونه درست کردن بعد این روباه قطبی اومده بود میرفت سمت لونه ها اینا این مادر خودش رو به شکستگی بال میزد یعنی نمیتونه خوب پرواز کنه عمدن اونجا هی تو فاصله 3 4 متری این روباه رو زمین خودش رو که این روباه این برش جذابه همینجوری میمه سمت این نزدیک میشد بگیرش میپرید میرفت با سمت جلوتر خوش 4 میدون دورده میندختن انقدر این کار میکردیم مثلا 500 میدون یک کیلومتر لونه دور میکرد خب اینجا یه جوجه توی لونه آماده است برای خوردن بعد این گوینده مستند هم آقا بعضی از این مادرها به خاطر این فداکاری که میکنن گرفته میشن توسط این روبا اما این ازش برمیاد گفت آقا ما اصلا قرار بریم اونجا دست و پا بزنیم خب حالا تو نگاه به انقلاب اسلامی برای چیه؟ یعنی اون کسی که اونجا داره خودش رو تو اون قد و میبینه میگه من یه تاثیر خاص بر جهان خواهم گذاشت حالا فکر کنید همین نگاه و مسئولین محترم و مردم ما داشته باشن اون کشور بهشت میشه او این نیست قوم موسی نفهمیدن چه جایگاه تاریخی دارن یاران امام حسین فهم ما اینجا نیست ما بریم الان کشته بشیم تموم بشه بره ها نه قصه ها خواهیم ساخت برای آخر تاریخ نه فقط برای بعدش شما روایت ها رو میخونید اون دنیا هم صحبت ما حسینه میگه در بهش باز کردن دارن صداشو میکنن نمیان بهشتی که اینقدر جذابیت داره یا باشید بیاید تو نمیان بعد روایت میگه سرشون گرمه به ذکر عبا عبدالله چون حقیقتشو میبینن و نگاه کن ما الان حقیقت اینا نمیفهم ببین قلبمون میکشه سمت ما موسینا اما نمیدونیم این گریه ما موسینا اون طرف یعنی چی بذاریم مثال برات بزنم تا متوجه بشیم فکر کن مثال خوبیه چه بار هم زدم اما مجبورم برای اینکه الان بحثم پیش بره بگم ببین الان شما اگه بتونی بری با یه جنین صحبت کنی بهش بگی آقا این پای که داری چیه چه جوری باید به این بفهمونی بلکن کن پارم متوجه نمیشه با... بهتر ساخت چشمشو بگی بگی نگاه کن ببین جنین محترم این چشمات خیلی خوبه میگه چیا رو میگه میگه اینا میگه چی هست اینا راستی برای خودم سوالیه هیچ به دردم نمیخوره تاریک من از اونجا ظلماته میگه ببین قراره با این رنگا رو ببینیم میگه رنگ چیه دیگه وای کسی که شما به نابینای مادرزاد به کور مادرزاد هیچ وقت نمیتونی بگی رنگ یعنی چی بگی بعضی چیزا قرمز میگه قرمز یعنی چی رنگاش فرق یعنی چی آخه بیا در مورد اون جنین بگو ببین قراره به دنیا بیای زیبایی های هستی و طبیعت رو ببینید یه چرت و پرت چرا میگی کدوم دنیا <applause> که اونور برگشته اینا آخونده درست کردن اما تو باید از این چشا داشته باشی که این دنیا راحت تر باشی از این پاها باید داشت اونجا به درد نمیخوره ما هم نمیفهمیم هشکه ما حسین آقا چرا باید همه گناه هم گنز بال مگس باشه گناهاتو میشوریم یعنی چی یعنی چون دونه دست تو میگیره چی کار میکنه یه کشش روحی ما رو نگه داشته کشش فطری نگه اما هنو نمیفهم یعنی چی آقا میگه بهترین و لذت بخشترین نعمات بهشتی لبخند امیر المومنی. اون طرف یعنی چی خب امیرالمومنین اینجا میخندید یا دمی دیدن کشتنشن آره تو دوران جنینی دیدید این یعنی چی اون طرف از ادامه داره حیات ادامه داره حالا تالوت و جالوت و اون قصاش میخوان یه بنی اسرائیلی تهش میخواد یه حکومت حضرت داوود بشه خیلی مهمه ها باید آزمون پس بدن اگر بخوای بر کل هستی اثر بذاری بخوای بر کل مسیر تاریخ اثر بذاری بخوای تا ابد حق و باطل از هم جدا کنی چه میخواد و چه آدمایی میخواد و چقدر خوب یاران و چقدر بد دشمنا نه عادی نمیتونه قوم موسی نفهمیدن برای چی فکر کردن اومده ما رو دست فرعون نجات بده فهمشون این بودا ما اصلا فهم ببین چی میگن اینا راه انداخت گفت بریم سمت عرض موعود میریم اونجا آقا سرزمین خودمونه اینجوری میکنیم اونجوری حکومت تشکیل میدیم میخواست کار تمدنی انجام بده حضرت موسی هم. منتها با یه مش آدم غیر متمدن رفتن و خب تورا بودن دیگه حالا اردو میره دیگه تورا تن ماهی بد میدن حالا تورا تورا بودن و بهشون من و سلوا میادن بلرچینا میادن از آسمون خودشون اینجوری تقدیم میکردن به اینا میگرفتنشون میخوردنشون سر میدن میپختم و ترنجبین هم از تو این خارای گیاه میچیدن خیلی مغزی و مقوی هم هست دیگه شیرینه مثل شربت می‌خوردن من با سلوا تون هم بلدرچین و ترنجبین بود حالا بعد یه خوردی که گذاشتن دیگه بالاخره شما هم یه هفته چلو کباب بدن قاطی می‌کنی قاطی کردم مدام گفتن یا موسی داس به از قول یا موسا به این وقتی که گفتید به موسا گفتید آی موسا لن نصب رو الله لن تو عربی یعنی تا عبد عمرن عمرن خود رو ببین دیگه هر کاری کنیم ما الله واحد ما دیگه از اونانه بلرچی نمیخوایم دیگه پوکی دیم بلرجین خوردیم ما بابا فد و لنا بابا با ردیف کن خدا یخرج لنا از زیر زمین برای ما خارج کنه که این بلا اصلا به انداز بزن زمین سیب زمینی پیاز در بیاد بابا مردیم ما دلمون لک زده برای سیب زمینی پیاز اصلا هر برای کی نگردشتی یخرج لنا مما تم تل ارض من بغلها ها و قصا ها و فم ها و عدس ها و بصل و سبزی خیار سیر عدس پیاز اینا ردیف کن اینا رو دیگه پاسخ حضرت موسی چی خواستن سیب زمینی پیاز خواستن بعد جالبه اینا خیلی جماعت پدر سوخته جاهایی که خدا قراره بهشون حال بده خدای ما میشد جایی که کاری میخواستن ردیف کنن مثلا اینجا میشه خدات این خیلی مهمه ها یه بنده خدای مؤسسه میاد خیلی هم زحمت میکشید یه روز به یک بچه ها این تو مؤسسه نمیمونه گفت چرا بابا اینقدر زحمت میشه گفتم این نمیمونه گفت چرا دقت کردی میگه دفترتون میگه دفترتون این اگه از ماست چه دفترمون نمونده دست خود آدم نیست ناخودگاه اینا درونش میریزه بیرون این هم نقدر بکنید مثلا جایی که جا... خواست جمعیشه گفته آقا فسب انت و رب برو با خدات با هم دیگه برید خدات والا مثلا خدا شما نیست خدا شما نبود شما رو نجات داد از دریا ردتون کرد پاسخ حضرت موسی خیلی جالبه میگه قال پاسخ داد جواب داد اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر پس ترین رو با بهترین داری عوض میکنی اه به تو مصر گمشید گم برید توی شهری یکیش هم خود مصر مثل یعنی شهر سیب زمینی پیاز میخواد تو تو مثل داشتی سیب زمینی پیاز که من دارم به شما میگم بریم حکومت خدا تشکیل بدیم قوم برگزیده این ما قوم برگزیده بودن اون موقع ها تو فلم آزیه شما رسالت بر دوشتونه میخواد مست تاریخ سازی کنید برای یه ابدیت میخواد کار انجام بدید خجالت نمیکشید شما سیب زمین پیاز میکنی اح به تو مثلا فان لکم ما سالت این چیزه که میخواد اونجا هست برید توی شهر بگرد پیدا کن ناراحت موسا به این چی می بعد خدا چیکارشون کرد و ذر علیهم الذل والمسکنه مهر ذلت و بدبختی رو رو پیشونه اینا دیدن هنوز که هنوز آوارن 3300 سال گذشته کشتن خودشون الان جمع شدن توی رژیم صهیونیستی هنوزم کنزگوش هنوز چه دعوایی دارن برای ارتد برگرد کردن با یک کشور عربی ببین چه بلایی سرشون اومده کشتن خودشون الان دور تا دورشون دیوارهای حائل کشیدن ارض رژیم صهیونیستی در کنار باختری به دریا مدیترانه 17 کیلومتر رو زمین 15 کیلومتر مستقیم 14 کیلومتر مستقیم فکر کن ارض یک کشور 14 کیلومتر بشه که امام میگه که ما میگه آقا شنا یاد بگیر شنا اینه هولشون بدی ریختن تو دریا میبینید و هر کاری هم میکنن به بدی مشهورن تو دنیا میگه من مهر زدم به اینا فکر کردی فکر کردی علکی میگه رسالتی رو برای احتیم میگه میریم داداش با هم, هم. بعد شهر شرمنده ما بابا هر معامله می بالا هزینه فسخ میذارم واسش بعدا نزنی زیرش میگه اومدی با من خدا داری معامله میکنی بعد میخوای از این فصل نذارم مردم ایران میخوان بدونم جایگاه تاریخی خودشون رو فهمیدن انقلاب یعنی مثلا چیکار کنی؟ شما بندازیم بیرو همین آقا چرا میخوای انقلاب کن این زن شا کلش لخته خیلی بده باید انقلاب کن باید فهمشون از انقلاب این بوده دیگه یا نه میخوام بیا کار عجیب کنم چون بگم میگم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلام تا آخر عرایز این خیلی هم مهمه میخوام دقت کنید تا قبل از رنسانس در اروپا بندگی بود یعنی کلیسا حاکم بود میگم بندگی تو کن گور پدر دنیا راه باشون ازدواج نمیکردن میل جنسی میل خدادادی رو سرکوب میکرد زدن تو گوشت این ورم بگی قدرت رو سرکوب میکرم اشتباه بود بعد از رونسانس گفتن آقا گور پدر بندگی فقط زندگی <applause> چسبیدن به زندگی میدین جمهور اسلامی چیکار کرده؟ جمهور اسلامی گفته که نه هر جفتتون دارید اشتباه میکن کدوم یکی؟ هر جفت بندگی در کنار زندگی و زندگی در کنار بندگی و زندگی برای بندگی رب فد دنیا حسنه و فلاخر است آقا کرونا اومده بریم دکتر یا بریم حرم حضرت معصومه دو توش یعنی به حضرت معصومه توسل کنیم یا بریم دکتر هر دو توش چرا چون پزشک رفتن بخش از دین منه شما خیلی غلط میکنید اینا رو هم تفکیک میکنید تو که نه تفکیک میکنی عقب مونده ای دین ما رو نمیزنی حرف دین ما رو نمیزنی نه از ما دنیا میخواد ما تو فقط گیر دنیا نمیمونیم یه دی فقط گیر آخرت موندن. زدن تو کار همین درویشی گری یه دفعه فقط من به دنیا و اینا میشه باید. هر دو با هم کی گفته از قضا همین حکومت دینی که حرم امام رضا توصیه میکنه شبا و خاصه صلوات خاص امام رضا میذاره الهی از البلا میذاره همین حکومت رفتن به حرم امام رضا رو ممنوع میکنه چرا موجب موجب گسترش بیماری بشه عقلی نمیگه خطر اصلی جمهوری اسلامی برای اینا چه اینجوری به ما حمله میکنه همین خدا شد شما اون موقع از مسیحات میکنید شما اشتباه میکنید چی گفت آقا قدرت رو استفاده کرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی لازم قدرت رو به رسمیت میشناسیم اون از آن خداست شهوت هم به رسمیت میشناسیم برید دینی پیدا کن مثل اسلام اگه ساده گرفته بشه ازدواج از این برم میگم آی آقا قدرت تو اینجوری بدون افسار همینجوری داره استفاده میکنه جنگ جهانی اول دوم راه انداختی اشتباه آقا شهبت شهوت رو رها کردی ول کردی مثل حیوان داری زندگی میکنه اشتباه ما نه قرار تشنگی بکشیم نه از جوب آب بخوریم آب تامیز بخور اینه حالا اون کسایی که اومدن انقلاب کردن تو این جایگاه تاریخ خودشون دارن میخوام بگم یاران ابو عبدالله فهمیدن قرار یک کاری کنن برای کل هستی اگه همه یه درس رو از کربلا بگیریم برای تمام جد و آبا و بعد, و قبل و همه کس و کارمون بس وقت گذشت من بقیه عرایز هم میزنم فردا انشالله صحبت میکنم تجیل در فرج قطب آلا میکن از صحاب زمان استفاده کنیم از مدایه برادر عزیزمون به برکت سه سلوات بر محمد و محمد